دایی جان شیفته ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه بود و آقا جان برعکس او ناپلئون رو ماجراجویی میدونست که اروپا رو به خاک و خون کشیده بود. این اختلاف نظر علت واقعی درگیری بین این دو نفر بود. در این آشفتگی من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شده بودم، عیناً مثل این که پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه. یک شب در مجلس مهمانی دایی جان سرهنگ به افتخار لیسانسیه شدن پسرش پوری یک صدای مشکوک به این اختلاف دامن زد. به پادرمیانی دکتر ناصرالحکما دایی جان به آشتی رضایت داد، اما آقا جان که مردی کینه‌جو بود پی فرصت میگشت تا توهینی رو که به او شده بود تلافی کنه. چیه؟ از اون طرف اینگاه بریم ببینیم. کمک به سرمون برسید. رو خدا کمک اومده. بابا جینا بابا جینا ما دارید. آی دوست چه خبره؟ چی شده؟ موضوع چی شده؟ داد بیزنید. چی شده؟ داد این جناب آقام آقام کجای آقا؟ چیه؟ چه خبر شده؟ دود شدن وای بابار هی آقا دود شدن؟ پنداری آقا دود شدن رفتن آسمان کجا بوده؟ کجا خمیده بوده؟ باشه من تو حیات بابام هی شما زیر تخت چی کار میکنی؟ آقا آقا کجای آقا؟ چه تزج مویه میکنی؟ اینه هاشش بابا پنداری آقا را مار زده. مار چیه؟ چرا مزخرف میگی؟ والا آقا ما یه همشهری داشتیم که خیلی خوب خیلی خوب به سرنگ بگو بیاد اینجا. والا آقا دروغ، چرا آقای سرنگ نمیتونن؟ نمیتونه چیه؟ آقا بگو بیاد اینجا دیگه. آقا جون دایی جون سرنگ از ترس دوست اون اتاق قرش کرده. دایی جون چرا رفتین اون زیر؟ چرا ماتت برده؟ یه کاری بکن، برو بگو آقا پیدا شدن، اینقدر داد و فریاد نکنی. چش سعید برو دنبال دکتر ناصرالحکما، بگو حال آقا به هم خوره زود بیان اینجا. نه نرو، دلم میخواد بمیرم اما قیافه این دکتر خائن دروغگو رو نبینم، نمیخوام ببینمش. آخه چرا شوخی میکنی؟ این مردی که دهنش شاج و بس نداره موضوع رو بزرگش میکنه، هزار جور شاخ و برگ روش میداره. بد نیست یه معاینه ازتون بکنه. نه نه نمیخوام ببینم. آخه این چه حرفی؟ کجاست؟ کجاست؟ خانده داشت چی شده؟ چرا رفتین زیر تخت؟ حالا راست راستی دوست بود؟ ما خودمان به چشم خودمان دیدیمش. چیزی نیست، بفرمایید برید. آقای کمی هول کرد. بفرمایید آقا بفرمایید. خیال میکنین خبر توطئه خونه برادرم به من نرسیده؟ اشتباه میکنین آقا. چه توطئه؟ خونه برادرم. خودتون رو ناراحت نکنین. چه توطئه؟ برای قلبتون خوب نیست. قلب من به کسی مربوط نیست، همونطور که اون شب اون صدا به نفع شکم کمر مربوط بود. تو گفتی؟ شما خیال میکنین من کلا سرم میره؟ اختیار دارید آقا. من اشتباه نمیکنم آقای دکتر، بفرمایید. اصلا حال من خوبه، احتیاج به کمک شما هم ندارم. بفرمایید برای دروغ گفتن توطئه دیگه بچینید. قاسم
بله آقا. اینا اینجا تو خونه من چی کار میکنن؟ مگه خونه من کارمون سراست؟ اینا رو برید بیرون. چرا ماتت برده؟ گفتم بریزشون بیرون. دیالا همه تان بیرون. شما بابام جان بیرون. خانده من پاشا خانه رو سرت گذاشته خوشش بیاد اینم. یلا یلا برو بیرون. یلا را بیافته. خانده داشت الهی قربونتون برم. اصلا تقصیر خودمونه که خواب خوش رو به چشم خودمون حرام کردیم. قهرمان جنگ کازرون از ترس دوز داره زیر تخت سکته میکنه. قاسم اون تفنگ بده به من. دودمونه جا به باد میدم. جای آدم خواهد. آقا جون آقا جون اصلا چی داری که آقا داره توی فشفشو خلصونه. ازبر گام شه بیا فشفشو. داد اومده بود خونه یه جوبا. داد تو کجا؟ براست وای بابام. هی داری شیرن غصابی. آره خودم آیی آل نکنید. خونه شما داد اومده بود. ما به چشم خودم ما سایش دیدیم. چیزی هم بارده؟ والا دروغ. چرا ما که به چشم خودمان چیزی ندیدیم. ببره اومده بود طرف های ما قایم شده بود. ما هم گرفتیمش. نقلات اومده بود رو پشت بونه ما. شما جان آبتان نبود نانتان نبود دوزی کردن تان چه بودیه؟ حمدالله تو که حمدالله خودمانی. حمدالله حمدالله. مگه تو نوکر آقای دکتر نبودی؟ از کی تا حالا دوز شدی تو؟ شیطونه میگه شیرالی با چماغ بزن تو فرق داشت حقش کن. نه نزن شیرالی. پس چی گالش کنیم آقا؟ آقا اگه از ما میپرسیم بسپرینش دست آجان. خیال ما راحت شد. بدمش دست آجان؟ من تا ازش اقرار نگیرم دلش نمیکنم. این مرد باید اقرار کنه که به تحریک اون مرد خبیث اومده تو خونه من دزدی. باید بگه که اون مرد تحریکش کرده. اگه به حرف نیاد اگه اقرار نکنه فردا توی باغ به دارش میزنم. توته 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 اینا همه علیه من توته. کار میکنیم عشقاسه؟ بابام جان زود برگر خانه خودتان. چی شده مگه؟ امروز روز قیامته. به آقا و خانومتان بگو این طرف ها پیداشان نشه. شما هم زودتر برو بابا جان. چرا؟ باز مگه چه اتفاقی افتاده عشقاسه؟ والا بابام جان دروغ. چرا؟ تا قبل آه ما امروز خیلی دلواپسیم. آقا دستور دادن اگر یکی از شما پاشو از این درخت این طرف بگذاره ما با تفنگ بزنیم میان قلبش. چرا؟ نگفتی چی شده؟ دیشب که شما رفتیم ما دوزو گرفتیم. یعنی ما نگرفتیم. این شیرعلی همون قصابه رو پشتمون گرفتش آوردش خانه. چیکارش کردی؟ والا دروغ. چرا؟ شیرعلی میخواست همانجا با ساتور دو شقش بکنه اما آقا نگذاشتن. یعنی ما هم شما آتش کردیم. حالا هم تنها پیچش کردیم توی زیر زمین حبسه. ما هم قراولش. تو زیر زمین؟ چرا ندادینش دست آجان؟ کجای کاری بابام جان؟ آقا میخوان امروز توی باغ دارش بزنن. دارش بزنه؟ با ما زیاد حرف نزن برو. اگه آقا بفهمه ما با شما حرف زدیم ممکنه ما رو هم دار بزنن. آخه من اشخاصم دوز گرفتن چه ربطی به ما داره؟ چرا دایی جون ماها رو غضب کردن؟ اگر میدانستی دوز کیه آن وقت میفهمیدی چه ربطی به شما داری. اوضاع خرابه. واخ 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 پناه بر کن. خدایا خودتان به خیر بگذار. دوز کیه مش خاصه؟ مگه چی دوزیده؟ والا دروغ. چرا؟ تا قبل وای بابام. هی آقا دارن میان. برو یلا بودو به جوانیت رحم کن. فرار کن. قایم شو. آه.
قاسم؟ بله آقا. من قرار نبود وقتی کارت تموم شد مراقب دزد باشی. خاطرتان جمع باش آقا، دزد تو زیر زمین ما از همینجا هواشو داری. هواشو داری؟ بیا و نان که نمیشه گذاشتش، نگهداریش هم خرج داره. حالا میخوان چیکار کنین آقا؟ دارش بزنین. باید ازش اعتراف بگیری. از کیا؟ از اون. شوهر خواهرتان؟ اون شوهر خواهر من نیست. یادت میاد که همین حمدالله چند سال نوکرش بود؟ بله آقا، اون وقتا دوزم نبود، آدم با خدایی بود. حالا همون آدم با خدا اومده خونه من دزدی. معلومه که تحریکش کردن. شکی نیست که توطئه کثیفی در کاره. میدونی قاسم، حالا من نگران این هستم که این آدم بیچاره تو دهن بره این ور اون ور بنشینه ما را ریشخندمون کنه. کی شما ریشخند کنه؟ اون. حالا چطور آقا، شما اصلا این حرفا یادتان بره؟ روبوسی کنی تا قضیه و سلامتی تمام شه. من با این مرد کثیف آشتی بکنم ها؟ ما حرفی نزدیم آقا. چرا نمیفهمی؟ مگه قضیه دیشب یادت رفته؟ خوب من دیشب حال مزاجیم خوب نبود و کمی حالم به هم خورد. یادت میاد وقتی از در میرفت بیرون برگشت چی گفت؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبل ما اصلا چیزی خاطرمان نیست. چطور چیزی به خاطرت نمیاد؟ یه حرفی زد که معنیش این بود که یعنی من از دوز ترسیدم. سخفر الله، شما و ترس؟ ده همین ده. اگه هیچ کس ندونه تو که خوب میدونی، تو همیشه تو جنگا تو میدونا همراه من بودی. میدونی که تو قاموس من ترس وجود نداره. بینی بین الله همچو بسلایی به شما نمیچسبه. خاطرم میاد سلطان علی خان خدا بیامرز پیش از جنگ کازرون میگفت اینقدر بی کلگی و نترسی آخر شکاری دست آقا میده. خاطرتون هست اون شبی که ریختن تو خمه ما؟ پنداری دیروز بود. سه تا از دزدار با یک گلوله خواباندین زمین. ماشاءالله. اون همون دزدای بیرحم اون روز. دزدای امروزی پیش اونا بچه شیرخوره هستن. تازه ما خودمان که اینقدر بی کله و نترس بودیم، از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشه. اون شب خیلی ترسیدیم. اون سرکرده دوزا یادتان میاد که چطور افتاده بود به پای شما عجز و التماس میکرد؟ پنداری دیروز بود. اسمش سید مراد نبود؟ ما سید مراد ها دیدی. جدش کمرش بزن. چه آدم بیرحم و نانجیبی بود. ولی قاسم اینو من و تو میدونی. اگه امروز اون مرد خبیث با اون دشتر بددهن این طرف و اون طرف بشینند و بگن فلانی از ترس دوز حالش به هم خورده، اون وقت آبروی چندین ساله من چی میشه؟ وای کی باور میکنه آقا؟ تو ولایت ایران کی هست که دل و ذره شما رو ندانه؟ مردم عقلشون به گوششونه. من اطمینان دارم که اون نامرد برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار من اون توده ادیکه و دردید داده. امروز هم همه اونا میرن سرنا دست میگیرن رو پشتمون دو دور دو دور. ما هم به همه میگیم که اونا دروغ میگن. اصلا میگیم که آقا حالشان به هم خورده بود. میگیم آقا رو مار زده بود. چرا مزخرف میگی قاسم؟ مگه آدم رو مار بزنه حالش به این زودی جا میاد؟ چطور جا نمیاد؟ ما یه همشهری داشتیم. نه همشهری داشتی که داشتی. به جای این حرفا برو دزد بیار. اون باید اعتراف بکنه که اون نامرد علیه من توطئه کرده. به چرا معطلی برو دزد بیار.
آقا اگه از ما میپرسی من از تو چیزی نپرسیدم. یعنی اگه از ما بپرسیم میگیم پنداری بهتره که دوزو بلش کنیم بره. بلش کنیم؟ دوزو بلش کنیم بره؟ اگه قضیه دوز گرفتن آفتایی بشه اون وقت اون شوهر خواهر شما هم قضیه دیشب همه جا نقل میکنه، بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوز ترسیده. به ما مربوطی نیه آقا، اما یه حمدالله رو ورش کنیم بهتره، قضا بلا هم رد میشه. الانه هیچکی غیر شیرعلی قصاب نمیدونه که ما دوز گرفتیم، یعنی آدم غریبه نمیدونه که ما دوز گرفتیم. این شیرعلی هم پای ما که حرفی نزن. تو دیگه چی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد؟ همیشه تو خانواده ما گذشت و بزرگواری مرسوم بوده، برای سلامتی بچه ها از گناه این بدبخت گذشت. قاسم برو دست و پاشو واکن و بگو زود بزنه به چاکو بره، مخصوصا بهش بگو که تو سر خود این کارو میکنی، بگو که اگه آقا بفهمه پوست از سرم میکنه. که ایزد در بیابانت دهد باز. دواخونه میری؟ نه، اگه از دواخونه اومدن بگو بمونن زود برمیگردم. شاید امشب چند تا مهمون داشته باشیم. مهمون؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ خدا عمرت بده مش قاسم. برو همدالله دیگه این طرف ها پیدات نشه. برو بابام جا، برو به سلامت خیر پیش. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. نمیدانین چقدر دعا کرد. خاطر تا میاد همون ست مراد تا ایز التماس کرد بخشیدینش، تازه یه خرجران بهش دادیم. قاسم این چیزا رو کی قدر میدون؟ شاید بهتر بود منم مثل همه آدم های با قدرت با دیگران بیرحمی و شقاوت میکرد. همین دل رحیم من باعث عقب افتادن من تو زندگی شد. این حرف رو نزنین آقا، آن که ما میدانیم همه عالم میدانه. اگه دست اجنبی تو کار نبود زیر بازار چه صحبت شما بود؟ گفتم آقا اگه انگلیسی ها باش بد نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بود؟ اگه انگلیس ها نبودن، اگه عیادشون همه جا نبودن تا حالا چه کارا که نکرده بودن؟ راستی آقا چرا انگلیس ها اینقدر با شما بدن؟ این گرگ مدبر انگلیس با هر چی که آب و خاکی که دوست داره دشمنه. مگه ناپلئون چه گناهی کرده بود که اونطور به خاک سیاهش نشوندن؟ اونجور از زن و بچهش جدا کردن، به جزیره سنت هلن تبعیدش کردن، دق کجش کردن. فقط وطنش رو دوست داشت. این در نظر انگلیسا بزرگترین گناه اون بود. الهی به حق مرتضی علی آب خوش از گلشون پایین نره. دشمنی انگلیسا با من از وقتی شروع شد که دیدن من وطنم رو دوست دارم، آزادی خواهم، مشروط خواهم. حالا همه ادعا میکنن که مشروط خواهن، برای آزادی زحمت کشیدن، اله کردن، بله کردن، اما همینا وقتی که ممدلشان مجلس رو به توپ بست مثل موش چپیدن تو سوراخ. ولی ما که از خودمون صحبت نکردیم، از خاطر آزدیم. حروم زاده یه بی همه جزی ای قاسم توفنگ بای بابام هی
گفتم توفنگ بده من یعقوب هم حالا جزو مجاهدین مشروطه شدن گفتم توفنگ بده به من راه داره آقا بده به من توفنگو از گناهش بگذری چرا فرار میکنی خائن آقا توفنگ بده به من تا صداشو خفه کنم آقا گناه دارن وایسا میگم قاسم آقا بگذری محل اون اگه دستم بهت برسته تیروارونت میکنم آقا گناه دارم به جارت میزنم از گناهشان بگذاریم گفتم بده به من توفنگو خائن نمک نشتاد بده به من توفنگو بده به من آقا گناه دارم بده به من توفنگو بده به من تا خفت نکردم بده به من بده به من نفس ندارم خواهی اون توفنگه بده به من بدره که می سوزونم باش بای بابام هی آقا آی آی مردیم آقا 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 های وای وای مشخصم مشخصم چی شده بودو دکتر راجعه رو جمعه رو برده بیار چلو بای شدی بودو جونم بودو دکتر رو بیار آقا آقا قاسم تانا کشتی آقا آقا به دادم برس آقا قاسم 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 چی شو آقا با دست نزنین بذارین همینجا بمیریم اینجور که میفرمایید مریضتون باید سقل سرد کرده باشه ببینم وضع مزاجش چطوره اجابت میکنه ای بد نیست آقای دکتر ولی دل دردش خوب نمیشه خوب میشه مادر خوب میشه ناراحت نباشین بد نبود اگه یه نبات داغی بهش میدادی دادیم آقای دکتر ولی هیچ اثری نداشت بله خب بریم ببینیم چشه آقا آقای دکتر چیه؟ آقای دکتر چیه جانم؟ آقای دکتر بودی سلامت باش خاسم سلامت باش خاسم تیر خورده کسی هم مرده تیر خورده آرش خرابه بذارید ببینم جانم بذارید ببینم منم مثل شما چه میدونم مرده یا نه چیه؟ دلم آن درد میکنه میزوزه آرزوی من که رفتن به گور بردن آقا آقا جان قاسمتان داره میمیره گل بدی که ماره تو سن حضرت معصوم چار فرد نه شهر سرد و برد کرده بای خدا درسته سمخچه خدا از جا تا کنه بگیرین اون تو بنگ از دسته باشه ازش بگیر باشه برو ازش بگیر برو برو بده تقسیم شد تقسیم شد ماما 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 اینجنه ماما ماما بگیرش که اون تو بنگ برده سلامی جگرم سلام شاه بشید سلام سلام ای وای 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 ای بابا بس دیگه ای وای به ما دست نزنید به ما دست نزنید مشقاسم آقای دکترن سلام آقای سلام اول شما بعد خدا اول خدا مشقاسم فرقی نداره سلامت سلامت وای 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 بابا چطور اتفاق شده وای چی تیرت زده؟ کجا تیر خورده؟ وای 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 همچه چیزی نمیدونم کی تیرت زده؟ بگو کی زده؟ اون قاتل، اون قاتل بیره تو دیگه چی میگی؟ جاسوس خودم با دستای خودم طناب دارو به گردن کرده اصلا تو چیکار به کار مردم داری؟ مگه فضول مردمی جاسوس؟ چی؟ خدا مرگم من جاسوسم شما رو با خدا دست برده مردی که این موته بشه مرسی که به مرسو خوده سعید این میخواد آقا جونو بکشه کی؟ دایی جون خجالت 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 خجالت
آقای دکتر دروغ چرا تا قبل کجا تیر خورده؟ بگو این همه تو جنگ و جدال شرکت کردیم، باید تو باقا آقا ما نجل من برسه. آقای دکتر شما رو به خدا این دم آخری راستش به ما بگید، اگر کار ما ساخته است، اگر امیدی به زنده ماندن ما نیست، بفرمایید ما اشهد ما رو بخانیم. آخه چیه؟ چیه تو اینقدر گرگه میکنی؟ پس کجا تیر خورده؟ والا آقا دروغ چرا؟ راستش ما از کجا بدانیم؟ شما دکترین، شما نفهمیدین؟ سلامت باشید، سلامت باشید، ایشون از منم سالم ترن. برای دیگه به منم دروغ میگی، حق به باز متقلب بشه. آقا ما که به شما دروغ گفتیم آقا؟ یعنی شما میفرمایید ما تیر نخوردیم؟ پس اون درد و سوز مالی چی بود؟ پس تیر کجا ما خورده؟ کاش تو مخت خورده بود. چی کارش داریم؟ اگه راست راستی تیر خورده بود دلتون خونک میشه. سلامت باشی، سلامت باشی. خدا را صد هزار مرتبه شکر که ما گلوله نخوردیم. آقای دکتر، آقای دکتر. بله بفرمایید. عرضی داشتم. بفرمایید. میخواستم عرض کنم یه اتفاقی افتاده بود که من لازم دیدم خودم خدمتتون برسم. بابا برید کنار، چیزی نیست، والا چیزی نیست، ترقه تو دست یکی از بچه ها داری کسی داری، چیزی نیست، بی خود جمعه شد. من میخوام با کمال شرمندگی ازتون عذرخواهی کنم. من دیشب عصبانی بودم، حال خوشی نداشتم. میدونین آخ وقتی عصبانی میشم قلبم میگیره. سلامتی ما به دست شماست، ما رو میبخشیم. سلامت باشید. سلامت باشید. متشکرم. آخ آدم وقتی عصبانی میشه شوید منزل دیگه این درها پیداتو نشه. فش فشو بوری امو جون، این توفنگ بیار منزل. شاجون دوتا شاجون امروز چه خبره اینجا؟ چه میدونم برو از خودش بپرس، ایشالله مرگ منو میخواد جشن بگیره. چه میدونم؟ اونجا اون تبه. آجون امروز چه خبره؟ تو تا حالا کجا بودی؟ تو کوچه. برو بچه رو خبر کن کمک کن از صندلی ها بچینین تو با، امشب جشن. جشن چیه آقا جون؟ جشن چیه؟ الو کیست دوستی؟ این صداش بلندتر نمیشه؟ نه آقا همین دیشم زیاده قوش مردم چهر میشه. حالا ویدو میشه میر چون از تطق میشنی. امشب سال ازدواج من و مادرش جشن میگیر، جشن وصلت با این خانواده مهربان و متحد. امشب همه هستن، تمام قوم خشم زد
چه مرگ شد؟ چیزی آقا سیاره این خوب داره پس میشه از بومن نقودشی. الو، الو، یک دو سه، الو، یک دو، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک امتحان میکنیم، یک دو سه چار، یک دو سه، یک دو، یک دو، ای بابا، الو، الو، خوبه دیجی آقا، یک، الو، الو، امشب جشن میگیریم، جشن سالگرد عروسی، راستی ببینم، شمسعلی و اسدالله میرزا رو خبر کردی؟ همه قوم خویشا باید دعوت بشن. الو آخه مرد تو اصلا معلوم هست میخوای چیکار کنی؟ میخوام واسه مهمونا قصه های قشنگ تعریف کنم، ساز و آواز. میخوام قمرالملوک وزیری رو دعوت کنم بیاد اینجا برای مهمونا پای این بلنگو آواز بخونه. آقا دستم به دامنتان، پنداری روز قیامته. ما توی خانه بودیم که نزدیک بود زهل تلک بشیم. تو تمام مملکت قیاس آباد تا حالا همچی صدایی نشرفته بودی. قاسم تو چرا خول شدی؟ پنداری شیر زخمی توی باغ ول شده. اول ندانستیم که آقای دکتر یک دو سه دارن مشق حساب میکنن. چرا خول شدی قاسم؟ مشق حساب کدومه؟ این بلندگوه؟ اون خبیث امشب مهمونی را انداخته، بلندگو آورده گذاشته که آبروی من و تو رو ببره. من این مرد خبیث رو سالهاست میشناسم. یعنی میگی این کلک تو کارشه؟ امشب مطربم دعوت کردیم، امشب مطربم دعوت کردیم، مطرب تخت حوزی. آرسی خانم از سلطنه یادت نره ها. سعید بینجا بابا، بودو به شیرعلی بگو دو تا گوسفند چاق و چله بفرسه اینجا. حمدالله‌رم پیداش کن، بگو امشب بیاد کمک مادره. برو برو برو، به حمدالله بگو لباس نو بپوشه ها، امشب کارش دارم. میخواد بفرسته دنبال حمدالله که بیاد اینجا امشب برای مهمونا قصه دوزی دیشب رو تعریف بکنه. میخواد آبروی من و جلوی مهمونا بریزه. میخواد صدای بلندگوش رو همه محله بپیچه. گردن ما خورد آقا، کاش که امروز صبح گذاشته بودیم شما حمدالله دارش رو زنیم. تقصیر تو شد. حالام تنها راه اینه که این مهمونی امشب رو یه جوری به هم بزنیم تا بعد. ببینم به نظر تو چه جوری میتونیم دهن این مرد خبیث رو ببندیم؟ ما یه فکری کردیم آقا. چه فکری؟ خوب آدم بفرستیم به مهمونا خبر بدیم که امشب شب سال آقا امتانه، شاید نیان مهمانی. خفش اون که یه ما دیگه است. پنداری حرف شما درست آقا. قاسم. بله آقا. بودو به تاخت در خونه آسه زبور قاسم باعث آب دستشه، بگو بذار زمین بودو بیاد اینجا. بگو آقا کار واجبی باهات دارن. چشم آقا. بودو جانم، بودو ببینم. پوری جوابشون رو بده همون جون. چشم. الو الو الو، یک دو سه چهار، آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو الو، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، صدا خوبه؟ آزمایش میکنیم، ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو الو، یک دو، ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. خوبه همو جو؟ بلندتر بلندتر. ما هم داریم آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم. الو یک دو سه چهار. الو الو الو، صدا خوبه؟ صدا خوبه؟ الو الو، یک دو سه چهار، آزمایش میکنیم. ملعون. الو 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 الو، یک دو سه چهار، آزمایش میکنیم، آزمایش میکنیم.
بس خواستن؟ چرا بیرق سیاه میزنی؟ ویلمان کن بابام جان، تو هم که ما رو ترساندی، بذار ما کاروانو بکنی. یا آخه بگو واسه چی؟ قاسم، مگه بابات سقط شده که بیرق سیاه میزنی؟ کاش که بابای خدا بیامرزه ما یه همچی شب عزیزی مرده بود. امشب شب شهادت مسلم ابن عقیل، روزه داریم. مسلم ابن عقیل بزنه کمر خودتو، اربابتو، هرچی دروغگوه. به نظرم اربابت موقعی که از ترس دزد قش کرده بود جبرئیل بهش نازل شده که امشب شب شهادته. ها؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبل چهار انگشته با خودمون جبرئیل به چشم خودمان ندیدیم، اما میدانیم که امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیله. آقای آسد ابوالقاسم هم خودشان میدانند. اگه شما حرف ما رو باور نداری هم خودشان بپرسیم. من بلایی سر تو و ارباب تو آسد ابوالقاسم بیارم که دو طفلان مسلم به حالتون زار زار یا حضرت یا حضرت مسلم به عقیل ازارت ما درستیم. اون طرف باغ روزه و سینه زنی، این طرف ساز و مطرب و من میدونم که این قضیه شهادت مسلم ابن عقیل جعلیه. میدونم که اینو از خودشون درآورده. تو میدونی ولی مردم که نمیدونن. آبرو و حیثیت ما تو محل میره. سینه زنا که نمیدونن میریزن هممونو قیمه قیمه میکنن. حالا تو از خر شیطون پایین بیا. مهمونی رو بذار واسه یه شب دیگه. حق با شماست. امشب شب عزیزیه، شب شهادت مسلم ابن عقیله. الهی من قربون اون مصیبتش برم. الهی من قربون اون مظلوم برم. بی پدرای کافر چجوری سرش رو از تنش جدا کرد. خدا لعنتشون کنه. اینا رو خواندنش هدیادت داده؟ پس برو بهش بگو که مسلم ابن عقیل و کسی سر نبرید، از بالای برج انداختنش پایین. استغفر الله، خدا هم حریف زبون تو نمیشه. حالا که اینجوریه برو هر کاری دلت میخواد بکن، هر بامبولی میخوای بزن. برو مهمونی بده، ساز و آواز را بنداز. خودت هم میدونی که باید تنهایی وسط مجلس بشینی، خودت عرق بخور و ساز و آواز گوش کن. هیچ کس جرأت نمیکنه بیاد خونه تو. تو با جون خودت لج کردی یا با خانداداشم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، برو به مهمونا خبر بده امشب نیا. منم همراهی تو میام روزه. به هر حال امشب شب عزیزیه، امشب حتما میام روزه. ثواب داره، الهی پیش مرگت بشم. بیا اونجا بلکه با هم آشتی کنیم. میام روزه. به خانداداشت بگو امشب حتما خدمتشو میرسم. مشخاصم، مشخاصم کیه بابام جان؟ مشخاصم میدونی آقا جون چه خیالی دارن؟ بابام جان برو بازی کن. اگه آقا بفهمم ما با شما حرف زدیم پوست از سر ما میکنم. برو. آخه مشخاصم باید یه کاری بکنیم، این دعوا تموم بشه. هر روز داره بدتر میشه، خدا میدونه آخرش به کجا میکشه. والا ما هم از عاقبتش. آقا جون مهمونی خودشونو به هم زدن که امشب بیان روزه دایی جون. باید کاری کنیم که آقا جون امشب نیان روزه، یا اگه مدن حرف دوزی دیشبو نزنن. اگه آقا جون بخوام برای همه قصه دوزو تعریف کنن، از اون دعواها میشه که آخر عاقبتش فقط خدا میدونه ها. قصه امشب نخور بابام جان. آقا فکر همه کارا رو کردن. آقا با آسد ابوالقاسم قرارشو گذاشتن که اگر آقا تا نامد نگذارن حرف بزنی. من نس کردم اگه این دعوا تموم بشه برم یه شمع تو سقف خونه روشن کنم. هی بابام، هی آقا پوری اومد، حالا با اون پک و پوزش میره با آقا میگه با شما حرف زدیم. بودو بابام جان، برگر خانه تان. بودو مبرم شرد مبرم.
سلام علیکم. سلام علیکم. که قبول باشه. متشکرم. عجزشو ببریم. خوش آمدی شازده. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. شود آدم معاشرت یاد بگیری. یادم شد یا سلو یا الله. سلام علیکم. خواهش میکنم بفرمایید بشینید. هر وقت میری مجلس روزو خونی سعی کن نزدیک قسمت زنونه بشین. بیا یا قباحت داره. طرفم همیشه زنایی هستن که میخوان جمع به قسمت مردونه بیشینه. سلام آقای دکتر. سلام علیکم مشخصم. نه نه برای چطوره مشخصم؟ ببخشید. سلام بفرمایید. نه بفرمایید. ولی آخه بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی که لابد میخوای بدونی لیلی خانم کجا باشه؟ عالی راحت باشه. چشم. بلندتر بخوان. در موقع تلاوت کلام خدا نباید بگذاری صدای هیچ انسانی شنیده بشود. موشی جان بابام جان پلو آقا جان كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أسلم شازي شازي واتبعوا ما أشوخوا شازي أسلم سيادين على ملك سليمان با شما أخوي عرض داشتم. بله نمیشتم بعد میبینم تو فقط میبینم آقا بشین تو مجلس روزه چقدر سرسده را نمیدازن عشب مردم بی ملاحظه‌ای شدن پنسن موسیگر به شیشت بچه داره همینجور دلش میخواد بچه پس بندازیم درست رو بچه تو دوست علی خان منم ندیدمشون انگار هنوز نیومده ببین برو تو قسمت زنونه اگه عزیز خانم اومده برو بیا پشت چادر باش کار دارن بگو آقام یه چیزی میخواد بهتون بگی بودو بودو شو جو
دست رو بده. شازون برو برو بیرون. و یتقلمون ما یضرهم ولا یلقون. ببینم کجا کار دارم اون تو زنونه چی کار داری؟ مرکی گونه بی هایم برو مرکی نرخر برو. چی میخوای؟ چرا اومدی اینجا؟ خانم عزیز سلطنه نایمدن. نه هنوز نایمدن. چی کارش داری؟ آقا جون کارش دارم. بگو نیستش بی هیا اینجا چی کار میکنی؟ برو تو مردونی؟ پسر برو بشی. چرا تو بگی با چه خانم بگی؟ دنیا بس بودی که قباحت داره. خانم داداش چرا به من میگی قباحت داره؟ چهار خانم داره به شما نگاه میکنه. من به من زن شیر غصابه همون یاله که تو میتونی مهدی شی. چند سال پیش سر فازل زنشو با ساتور قطع کرد. پس حالا تو حبسی؟ بعد که معلوم شد زنش با یارو رفتن سان فرانسیسکو فقط 6 ماه حبس کشید بلش کردم. از سید ابوالقاسم پاشیدان این خبیث رو ببند. خیالتان راحت باشد. یا الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد. از جفای فلک و گردش دوران مسلم ماند در کوفه چه سرگشته و حیران مسلم. با تن خسته لب تشنه و احوا. آقا جان دل به روزه بدهید شب عزیزی است. با تن خسته لب تشنه و احوال فگار. نمیشنوم. با جان دل به روزه بدهید شب عزیزیست. گشت ناچار گرفتار لعینان مسلم. راست میگی صدا نمیرسه. هم غربت فرزند و عیال. این شب بود که یه آقا مگر شما شریک عزا نیستید؟ پس چرا دوروبر مجلس زنانه میگردید؟ یه اتفاقی افتاده که همه باید بدونن. دیشب نصف شب همه تو پشه بند خوابیده بودیم که یه دفعه صدای داد و فریاد شنیدیم. آی دوز آی دوز. اگر کسی شریک عزا نیست، اگر کسی مذهب دیگری دارد، اگر کسی با اهل امت خصومت دارد، برود خانه خودش، برود توی منزل خودش، برود توی منزل خودش عرق بخورد، برود به مذهب خودش. این مسئله دیگه چیه؟ تا چشمت گوش این دامان میام جان به قربانت میام سعید برو به مادرت بگو زودتر بیاد خونه. بچیار کردن دو با من نقصد ای به قربانت شوم در کوی خون خارون میاد جان به قربانت میاد جان به قربانت میاد ای عزیز یه
من در کوفه چون خیار و شد دستاگی فرقه من را شد با زبان حالا از بالای بام گفتا ای شاه شهی جان از زدان